ما مطلع هستیم که چندین خانواده به کارگروه ناپدید شدگان سازمان ملل شکایت دادن و خواهان روشن شدن سرنوشت عزیزانشون، محل دفنشون شدن و امیدواریم که در پی تلاش‌های ما تعداد خانواده‌های بیشتری این مکانیزم بین‌المللی رو پیگیری بکنن. البته باید گفت که در طی 3 دهه گذشته خانواده‌ها به انواع مختلف موضوع دادخواهی رو پیگیری کردند و اطلاع رسانی در سطح بین‌المللی در پایان دهه 80 میلادی و اوایل دهه 90 میلادی مدیون تلاش‌های شجاعانه و مصرانه خانواده‌ها و در واقع زندانیان سابق و تبعیدی در خارج کشور بود. عفو بین‌الملل از نهادهای سازمان ملل درخواست کرده که تحقیقات مستقل و جامع در رابطه با کشتار 67 و جنایت علیه بشریتی که تا به امروز از طریق پنهانکاری در جریان انجام بدن. از جمله کارهایی که میشه صورت بگیره اینه که 1. شورای حقوق بشر سازمان ملل دستور تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب رو بده. مجمع عمومی سازمان ملل میتونه یک مکانیزم تحقیقاتی و دادخواهی در رابطه با این موضوع برپا بکنه و همینطور کشورهای مختلف میتونن با استناد به اصل صلاحیت جهانی اگر آمران و ناقضان یا متهمان در واقع این جنایت پا در قلمروی جغرافیای این کشورها بگذارن، تحقیقات کیفری رو علیه اونها آغاز کنن، دستور جلبشون رو صادر بکنن و اونها رو به محاکمه بکشونن. اینها راه‌های مختلفیه که عفو بین‌الملل امیدواره که با تلاش با همکاری و تلاش سازمان‌های مختلف حقوق بشر در گذر زمان صورت بگیره. یک راهکار دیگر برای ما که به طور جدی دنبال خواهیم کرد کارگروه ناپدید شدگان سازمان ملل و تک تک اعدام‌هایی که صورت گرفتن در کشتار 67 مصداق ناپدید کردن قهری هم هستند و بنابراین این کمیته میتونه خواهان روشن شدن سرنوشت قربانیان و محل دفن اونها از مقامات ایرانی بشه.